عرض احترام و ادب داریم محضر شما عزیزان همراهان خوب برنامه عارفانه. سپاسگزاریم از حضورتان. تسلیت عرض میکنم مصیبت جانسوز و جانگداز شهدای مظلوم کشور ما افغانستان را. عزیزانی که در مسجد، در محراب عبادت به دیار و دیدار معبودشان شتافتند و راهی دیار ابدیت شدند، خوش به سعادتشان. آنانی که در نزد خداوندشان یرزقون هستند و رزق و روزی دارند و مپندارید که آنان مردند. برای همه عزیزانی که در این مصیبت جانسوز عزیزانشان را از دست دادن صبر و اجر مسئلت میکنیم و برای همه بیماران و عزیزانی که متاسفانه زخمی شدند شفای و صحت کامل و عاجل استدعا داریم. در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در برنامه عارفانه در مورد سیمای مؤمنان در قرآن صحبت میکنیم. امروز هم انشاءالله ما بایی سر در ای باب خواهیم داشت در محضر کارشناس خوب برنامه جناب فیاض زاده. استاد سلام علیکم، عرض سلام داریم خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما هم در قدم نخوص درودی بی پایان میفرستم به ارواح شهدای نماز در مسجد جامع سید آباد خندوز و از خداوند متعال اجر و پاداش بر بازماندگانش استدعا دارم و شفای عاجل برای تمام زخمیان این حادثه. انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی از دشمنان اسلام و مسلمین انتقامش رو بگیره و دست اینا را نسبت به مسلمانان باز نکنه انشاءالله. و به همین مناسبت خیلی خوب است ثواب این برنامه را من شخص خودم اهدا میکنم به روح پاک شهدای نماز. درود بر شما. انشاءالله تعالی خداوند به درجات اونا بیفزایه و بر ما هم توفیق را عنایت کنه که بتونیم و همو مسیر و اهدافی که اونا به شهادت رسیدن، این حفظ نماز و اهمیت نماز برسیم و به همو موقعیت قرار داشته باشیم. بحث ما همونطوری که شما بیان کردید در رابطه با بررسی صفات مؤمنان بود. آیات از سوره مؤمنون را قرائت کردیم تا اینجا رسید که فرمود والذین هم لفروجهم حافظون. بندگان مؤمن خدا علاوه بر اینکه خشوعی در نماز دارند و از کارهای لغو اعراض میکنن و زکات را پرداخت میکنن، بعد میفرماید که والذین هم لفروجهم حافظون. این بندگان مؤمن خدا کسانی هستند که پاک دامنن. مسئله پاک دامنی در دین مقدس اسلام و شریعت اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و خیلی از برنامه ها و قوانینی که در دین مقدس اسلام هست ارتباط میگیره به همین حفظ عفت و پاکدامنی. مسئله ازدواج یک از راه های حفظ عفت و پاکدامنی بود که بیان شد. مسئله حجاب و عفاف و پوشش اسلامی یکی از راه های حفظ پاکدامنی بود که بیان شد و حرمت نگاه کردن به نامحرمان که نباید زن و مرد نامحرم نسبت به همدیگر، به بدن همدیگر نگاه داشته باشه، که احکامش مفصل بحث کردیم، از راه‌های حفظ عفت و پاکدامنی است. و حرمت لمس کردن بدن نامحرم که امروز یک مختصری بحث می‌کنیم یکی از راه‌های حفظ عفت و پاکدامنی است. برای حفظ عفت و پاکدامنی برنامه‌های متعددی را مشاره مقدس بیان کرده که اینا هر برنامهش یک قدمی انسان را از لجنسارهای بدبختی هایی که در مسائلی به عفتی وجود داره دور میکنه. بله. و قدم به قدم انسان را نزدیک میکنه به عفت و پاکدامنی. در برنامه قبلی عرض کردم که در شریعت مقدس اسلام لمس کردن بدن نامحرم حرام است، جایز نیست. خب بنابراین پس تمام خانواده های مسلمان توجه داشته باشند نسبت به محارمشان، میتونه بدنشان لمس کنه، با اونها دست بدهن، صورتشون رو ببوسن، خونه محرمشان هستن.
اما نسبت به کسانی که نامحرم هستند، ولو از اقارب باشه، نباید خانواده ها با همدیگر دست بدهند یا صورت همدیگر ببوسند، چرا اینا لمس نامحرمه و لمس بدن نامحرم حرام. حالا پسر کاکا و دختر کاکا باشه، پسر ماما و خلاصه دختر ماما باشه، و این کسایی که قرابت نزدیکی داره ولی محرمیت شرعی نداره با اینا نباید دست داد. البته میشه دست داد در صورتی که این استثناء کردن، در صورتی که حائل دستکش در دست باشه و این دست دادن درش هیچ شایبه از هیچ غرض دست دادن در دست دادن غرض آلود نباشه، شایبه از مسائل جنسی نباشه، به طور عادی دست بدهن، دستکش باشه، دستشان فشار هم نده، در اون صورت مشکل نداره. اگر کسی خیلی مجبور باشه حتما باید دست بده، باید در دستهایشون دستکش داشته باشه تا دچار معصیت نشه و دست دادن هم عادی باشه به این کیفیت. خب به هر صورت پس لمس نامحرم حرامه، خانواده ها باید این نکته را متوجه باشن، در اینجا سهلنگاری نکنن، چون مسئله شرعی باید روش اهمیت داده شد. و در قدم دوم مسئله تداوی مریضان توسط دکتران محترم است. بعضی از مریضان به این باور هستند که وقتی دکتر برای تداوی حاضر میشه و میخواید تداوی کنه، دکتر را به عنوان یک محرم فکر میکنه. به همین جهت هست که اصلا احساس نامحرمی نمیکنه و هر جا اگر بر فرض دکتر معاینه کنه، لمس کنه، هیچ گونه مریض واکنش نشان نمیده. خیلی ها به این باور هست که دکتر وقتی دکتر هست برای تداوی میایه مثل محرم هست یا حکم محرم را داره، در حالی که همه ما میدانیم، اگر نمیدانیم بدانیم، که دکتر به هیچ وجه به کسی محرم نیست. دکتر زن باشه یا مرد باشه، وقتی محرمیتی در بین وجود نداشته باشه، او نامحرمه. بنابراین در قدم اول مریضان اگر میتونه، مریضی شک مریضی است که میشه در نزد یک دکتر خانم هم تداوی شه، یا مرد وقتی مریض شد این مریضیش، این مشکلش در نزد یک دکتر مرد تداوی میشه. در قدم اول اگر تداوی میشه برش مفیده، باید نزد دکتر بره که همجنسش باشه. بله. نزد خانم بره اگر خانم است، مرد نزد مرد بره. اما اگر دکتر زن برای معالجش بهتر نباشه، اینه دکتر متخصص، دکتر بهتر، خوبتر، دکتر مرد باشه و مریضی او در اونجا معالجه میشه، ممکن اگر اینجا برم مصارف زیاد صورت بگیره و این دکتر خانم هم به شکل بالای تخصص را هم نداره، تداوی هم نتونه، در این فرض میتونه یک خانم به دکتر مرد هم مراجعه کنه. منتها دکتران محترم و عزیز ما باید توجه داشته باشند، اگر یک مرضی با نگاه کردن معالجه میشه، با نگاه کردن تداوی میشه، تشخیص داده میشه، حق نداره که لمس کنه. بله. بدن یک دکتر مثلا یک زن نامحرم را، یا بدن یک زن نامحرم یک مرد نامحرم را، خصوصا کسانی که به عنوان نرس یا پرستار کار میکنن، پیشکاری میکنن و یا سیروم وصل میکنن، خب اینا کاری هست که انجام میده. اکثرا خیلی از موارد هم دختران در شفاخانه این کار را انجام میده. خب مریضای مرد هست، اگر دکتر چی پرستار یا هر کسی باشه، اگر ای با نگاه کردن یه عمل انجام میشه، کار ممکن هست، تداعی ممکن هست، فقط نگاه کنه، نباید لمس کنه. اگر نه به نگاه کردن تشخیص داده نمیشه، یا معاینه درست انجام نمیشه، یا این مشکل برطرف نمیشه و به لمس کردن نیازه، ضرورته، در اون صورت دکتر باید دستکش طبی خود داشته باشه، با همون دستکش طبی بدن خانم را یا دکتر زن بدن مرد را لمس کنه. و اگر احیانا مثلا مسئله جراحی در میان است، یا مریض از مرض از مرضهای است که اصلا بدون نگاه کردن هم تداوی نمیشه، تشخیص نمیشه، معاینه نمیشه، بدون لمس مستقیم هم کار انجام نمیشه، در اون صورت در حد ضرورت، به اون حدی که ضرورت اقتضا میکنه، به اون حد دکتر اجازه پیدا میکنه که لمس کنه
و نگاه کنه. پس تا امکان داشته باشه که تداوی بدون نگاه کردن یا بدون لمس کردن یا حتی با لمس کردن با دستکش امکان داشته باشه، دکترها باید بدن زنان نامحرم لمس نکنن، ولو بین دکتر و مریض هیچ مسئله جنسی مطرح نباشه، مسئله شهوانی مطرح نباشه، این مسئله نیست، باید لمس نکنه. از نظر شرعی لمس جایز نیست و این ممنوع هست. پس دکتران عزیز و پرستاران محترم و محترمه متوجه این نکته باشه، اگر وظایف شرعیشون را عمل میکنه باید به این قسم رفتار شود تا اینکه از این گناه یا از این عمل حرام دور شد. درود بر شما استاد. یک سوال مختصر ممکنه در ذهن مخاطب ایجاد شود و ایزان سوال داشته باشند که فرمودین در مورد لمس کردن و نگاه کردن بیشتر حضرت علی تاکید کردین، آیا وقتی که یک فرد به یک دکتر مراجعه میکنه و الزاماً همین دکتر از جنس مخالف هست، سوالاتی را که در مورد بیماری و در مورد شرح حال بیماری داره باید این فرد جواب بده یا نه؟ دوستان خیلی سوال خوبی رو مطرح کردین. وقتی یک دکتر از مریض خودی سوال میکنه، سوال برای تشخیص مرض هست. خب حال قانون باشه، هر کی باشه، مریض وقتی محضر دکتر رفت، نزد دکتر رفت، به صادقانه بله، تمام دردهایش را برای دکتر بیان کنه و شنیدنش برای دکتر از این ناحیه مشکل نداره، تا دکتر نشنوه و این مرضها را پیدا نکنه نفهمه تداوی نمیشه. لذا بیان کردن مرض ها کدوم مشکلی نداره، اگر چنانچه لازم باشه که نزد دکتر مرد باید بره و باید مرض های خود بیان کنه، مرض های خود باید بیان کنه بدونی که خجالت بکشه، بدونی که شرم داشته باشه. این مسائل مسائل است که با جان انسان ارتباط میگیره، باید بیان بکنه، ولی دکتر باید متوجه باشه و این وظیفه اخلاقیش است، وظیفه شرعیش هست که اسرار مریض ها را همچنان محفوظ در نزد خودش نگه بداره، با دوستانشان، با رفقایشان در جاهای مختلف صحبت نکنه که فلان مریض آمده بود این مشکل داشت، ممکن او یک سر باشه. بنابراین وظایف دکتر و وظایف شرعیش در شریعت مقدس مفصل بیان شده، به همین اندازه که ارتباط به بحث ما داشت ما عرض کردیم و بعد اگر خواستن دکتران محترم ما مسائل شرعی را به دقت ببینن، رساله های فعلا در مسائل طبی نوشته شده از طرف فقها، اونا را مطالعه کنن. یک دکتر مسلمان باید کار انجام بده و خیلی کار خوبی هم هست. درود بر شما، آرزوی توفیقی بیشتر برای اونا دارم. سلامت باشین استاد عزیز، ان شاء الله به شما برمیگردیم و بیشتر از معذرتتون استفاده خواهیم کرد. سلامت همراهان گرانقدر، در این قسمت از برنامه به اتفاق شما ایزان آیاتی از صفحه 107 قرآن کریم را تلاوت میکنیم به نیت فرج حضرت صاحب الامر و ثوابش را اهدا میکنیم به همه شهدای صدر اسلام تا کنون، مخصوصا شهدای کشور عزیز ما افغانستان و واقعه اخیر غمبار ولایت قندوز. انشاءالله از همه شما عزیزان و سروران عزیز قبول باشد. برای شفای بیماران خیلی دعا بکنیم، مخصوصا عزیزان که مجروح شدند در این حادثه اخیر. انشاءالله خداوند متعال به برکت همین آیات قرآن کریم شفای عاجل عنایت بکنه و با آغوش خانوادهشان برگردند. در خدمتون هستیم با سیمای مؤمنان در قرآن. استاد از شما بیشتر در مورد راهکارهای عفت میشنویم. ولی یکی از راهکارهایی که برای حفظ عفت پاکدامنی مطرح شده، مسئله ممنوعیت یا حرمت لمس بدن نامحرم که خدمت شما مختصر توضیح دادم، و بعد راهکار دیگر یا حکم دیگری که در شریعت مقدس اسلام تشریع شده و جعل شده برای حفظ عفت و پاکدامنی، مسئله حرمت و ممنوعیت صحبت غیر عادی و غرض آمیز با نامحرمان هست. یک بار صحبت کردن مرد و زن نامحرم یک صحبت عادی هست. مثلا زن همسایه از مرد همسایه چیز رو میپرسه یا چیز رو درخواست میکنه یا در مورد یک چیز معلومات میگیره یا برای مرد همسایه یک معلومات را ارائه میکنه یا در یک زنگ تلفنی، تماس تلفنی ارتباط برقرار میکنه، یک چیز رو میپرسه، یک صحبت عادی هست که هیچ شایبه جنسی یا کارهای غیر اخلاقی در اینجا وجود نداره. این صحبت کردن عادی مشکل نداره. خب ممکنه در یک اداره
کارمندان مختلف وجود داشته باشه، هم خانم ها باشه هم آقایان باشه. خب یقینا بین همکارها صحبت های عادی صورت میگیره، چی داره میپرسه، چی داره بیان میکنه. اینا صحبت هایی که بین مرد و زن نامحرم صورت میگیره و به شکل عادی هست، اینا از نظر شرعی مشکل نداره، از نظر شرعی جایز هست. اما صحبت های مغرضانه، صحبت های آلوده، صحبت های غیر عادی یا صحبت های غیر اخلاقی، صحبت هایی که یا از روی شهوت جنسی صورت میگیره یا واقع خوف و ترس واقع شدن در امر حرام پشت سرش وجود داره، این صحبت ها بین مرد و زن نامحرم جایز نیست، حرام است. فرق نمیکنه حالا دختر و پسر یا زن و مرد نامحرم حضوری صحبت های غرض آلود داشته باشه، صحبت های غیر اخلاقی داشته باشه، صحبت های شهوانی داشته باشه، صحبت های محرک داشته باشه، یا از طریق تلفن با هم دیگر تماس میگیرن، صحبت های غیر عادی دارن، صحبت های شهوانی دارن و صحبت های غیر اخلاقی دارن در کل، و یا به طور تماس صوتی نیست. متاسفانه امروزه این بسیار رایج هست. مسئله اینترنت یا فضای مجازی به وجود آمده، ممکنه دختر و پسر از این سر دنیا به سر دنیا با هم چت داشته باشن، یعنی پیام های تصویری یا پیام های کتبی با هم رد و بدل کنن، نوشتار نسبت به هم دیگر رد و بدل کنن. اگر این پیام ها پیام های غیر عادی باشه، یعنی صحبت ها پیام ها پیام های غرض آلود باشه، پیام های باشه که در اینجا غرض های جنسی دخالت داشته باشه یا ترسی از واقع شدن در عمل حرام باشه، این چت کردن تلفنی، پیام دادن تلفنی و ارتباط تلفنی بین دختر و پسر نامحرم، بین مرد و زن نامحرم جایز نیست، حرام است. و همینطور نگاه کردن و تصویرهایی که در فضای مجازی دیده میشه، به فیلم‌های مستهجن، فیلم‌های مبتذل، فیلم‌هایی که صحنه‌های محرک و مهیج شهوت را داره و مسائل جنسی در اونجا پخش میشه، نشر میشه، نگاه کردن اینا هم از نظر شرعی جایز نیست، حرام است. و افراد باید متوجهی باشن همه از اینا چرا حرام است. آخرش برگشت میکنه به چی؟ برای حفظ عفت و پاکدامنی. درود بر شما. بله، با توجه به اینکه ازدواج را خب یک برنامه بیان میکنه، حجاب اسلامی را به خانم ها سفارش میکنه و بعد لمس کردن حرام قرار میده، نگاه کردن به نامحرم را حرام قرار میده و صحبت کردن های غیر عادی را، صحبت کردن های غیر اخلاقی را حرام قرار میده، تمام اینها در واقع برای حفظ عفت و پاکدامنی است. والذین هم لفروجهم حافظون، بندگان مؤمن خدا پاکدامن هستن و راه های پاکدامنی را هم اسلام عزیز و شریعت مقدس بیان کرده. امیدوار هستیم که همه مؤمنان و مؤمنات، خصوصا جوانان عزیز، در تمام عرصه ها، چی در فضای حقیقی چی در فضای مجازی، متوجه چشمشان، متوجه گوششان، متوجه زبانشان، متوجه تمام اعضا و جوارحشان، متوجه روح و نفس و قلبشان باشن. در همه وقت باید ما حسینی باشیم، در همه وقت مهدوی باشیم، در همه جا باید به این کیفیت باشیم. این نکته عرض کنم به خاطر که جوانا تشویق شده، یعنی ما به قسم زندگانی کنیم، خصوصا جوانا که در تمام عرصه های زندگانی، اگر زندگانی ما را، کیفیت زندگانی ما را محضر امام زمان یا امام حسین رو کنه، ما هیچ نوع خجالتی و ترس و حرازی از رو کردن زندگانی خود نداشته باشیم. خانه ما قسم باشه که حضرت مهدی بتونه قدم بگذاره، تلفن ما و قسمی باشه که بتونیم دست حضرت مهدی قرار بدیم، و تلویزیون ما، ماهواره ما و قسم عیار شده باشه که بتونیم کانالش آزادانه دست حضرت مهدی بدیم. مثلا زندگانی ما در تمام بخش ها باید این گونه باشه، نشه فقط در محرم حسینی باشیم، در 15 شعبان مهدوی باشیم، بعد از او هم امام حسین و خط امام حسین و هم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و خط مهدویت فراموش کنیم.
این رو خواستم برای جوانا، برای جوانان عزیز یک روحیه بتوم که هر وقت اگر وسوسه های شیطانی در نقاط مختلف زندگانی وارد شد، ما باید متوجه باشیم که ما یک جوان حسینی هستم. یا دختران باید به این باور باشه که ما یک دختر مسلمان فاطمی و زینبی هستم. باید همه گوشه های زندگانی ما فاطمی باشه، زینبی باشه و بتونیم محضر اونا رو کنیم و قسم زندگانی کنیم که روز محشر، روز قیامت با چشم باز، با روی باز بتونیم به محضر بزرگان دینی ما نگاه کنیم و یک زندگانی خوبی داشته باشیم انشاءالله. خب گذشته از این نشستنی نامحرم، مرد و زن نامحرم در خانه خلوت که احتمال فساد در اونجا وجود داشته باشه از نظر شریعت حرام. اگر یک زن یک مردی در یک خانه خلوت قرار داره و اگر در اینجا حضور داشته باشه، احتمال میره که اینا دوچار فساد شده، نشستنش حرام. خانم مسلمان وقتی میفهمه که احتمال فساد در اینجا وجود داره، با هوشیاری و زرنگی از این خانه، از این اتاق بد خارج شه. یا مرد مسلمانی که متوجه میشه اگر ما داخل این خانه بمانم شیطان وسوسه میکنه، دوچار معصیت میشیم، دوچار گناه میشیم، باید از این خانه خارج شوه تا دوچار معصیت و گناه نشوه. اینا برای چیست؟ اینا برای حفظ عفت و پاکدامنی است، لذا اینا را هم ما توجه داشته باشیم. پس یکی از اوصافی که برای بندگان مؤمن خدا بیان شد مسئله حفظ عفت پاکدامنی بود. راهکارهایی را به حد توان محضر همه بینندگان محترم عرض کردیم. بعد انشالله سراغ یک وصف دیگر یا یک ویژگی دیگر را میگیریم. بله انشالله استاد، بخواهیم دوستان عزیز با انرژی بیشتر برگردن و در مورد یک صفات دیگر مؤمنان بیشتر بحث بکنیم. انشالله همراهان عزیز یک میان برنامه را ببینیم، بیشتر در مورد سیمای مؤمنان در قرآن کریم صحبت میکنیم. با درود بر روان شهدای نماز، افتخار و حضور در محضرتان را داریم با سیمای مؤمنان در قرآن. قبل از اعلام میان برنامه استاد قولی دادن که در مورد یکی از ویژگی های دیگر مؤمنان با استفاده از آیات قرآن کریم صحبت کنم که حالا در خدمت شما هستیم. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. یکی از ویژگی هایی که برای بندگان مؤمن قرآن به زیبایی بیان میکنه میفرماید والذین هم، یعنی بندگان مؤمن کسانی هستند که لاماناتهم و عهدهم راعون، هم نسبت به اماناتشان و هم نسبت به عهدشان رعایتگرن. امانات و عهد رو رعایت میکنه. بحث در رابطه با امانت داری و وفای به عهد و پیمان، خب بحث زیاده، بحث مفصلی هست، منتها ما به نحو بسیار گذرا و مختصر وارد میشیم. امانت دو قسم است. گاه امانت، امانت‌های الهی است. اصلاً دین و شریعت اسلام خودش یک امانت از امانت‌های الهی است. یه امانت را پروردگار متعال از طریق پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای همه بشر فرستاده. همه بشر وظیفه داره که این امانت را به کمال امانتداری حفظ کنه. حفظ کنه یعنی چی؟ یعنی در زندگانی فردی، زندگانی خانوادگی، زندگانی اجتماعی، زندگانی سیاسی، زندگانی اقتصادی و در ابعاد مختلف زندگانی امانت الهی را، شریعت اسلامی را تطبیق کنه، تا اینکه هم بهره های دنیویش را در دنیا ببینه و هم بهره های اخرویش را در آخرت محضر پروردگار متعال ببینه. اینا امانت های الهی است. و جالب اینه که در بعضی از روایات می فرماید که مسئله رهبریت و امامت و خلافت، رهبریت و امامت از امانت های الهی است. و شارع مقدس وقتی می فرماید ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات الی اهلها، بعضی روایات فرمودن که یعنی مسئله رهبریت را باید به اهلش بسپاره. و اگر همه بشر امروز در روی کره زمین رهبریت جامعه را به اهلش می سپردن، مثلا تمام کشورهای جهان، بله،
رئیس جمهورشان یا زعیمشان، رهبرشان یک فرد شایسته و صالح از همه جهات می بود. وضعیت بشر بسیار متفاوت تر از امروز بود. شاید این همه خونریزی ها به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر فروش جنگ افزارها، به خاطر ترویج فرهنگ غلطشان در کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اسلامی به وجود نمیام. و شاید این همه گرسنه و فقیر و این همه شکمی خالی در دنیا دیده نمیشد. شاید این نابرابری های اقتصادی در روی کره زمین احساس نمیشد. شاید این تفاوت های یا تبعیض های جنسیتی و نژادی در روی کره زمین وجود نمیداشت. به خاطر که انسان های شایسته، انسان های صالح که صلاحیتی برای حکومت و رهبری داشته باشه، از ویژگی شایستگی است که او باید این مرزهای جغرافیایی، مرزهای اعتقادی، حتی مرزهای جنسیتی، مرزهای نژادی اینا را کنار بزنه. او باید برای همه بشر یا به صلاح همه بشر فکر کنه، نه مثل افرادی که امروز در رأس حکومت‌های جهان قرار داره فقط داد از حقوق بشر میزنه. اما حقوق بشر فقط در جایی است که منفعت خودشون باشه. در جایی که منفعت خودشون نباشه، نه حقوق بشریه، نه حقوق طفلیه، نه حقوق زنیه، هیچی نیه. چرا؟ به خاطر که رهبرانی که چی در کشورهای اسلامی چی غیر اسلامی، رهبرانی که در رأس قرار گرفتن، او رهبرانی نیستن که واقعا شایستگی برای رهبریت داشته باشه. حالا به هر دلیل انتخاب شدن آمدن، یا به زور، یا به انتخاب مردم، یا به تقلب، یا به هر چیز دیگری. اگر در کشورهای اسلامی وضعیت اینطوری می بودی، هر کشور اسلامی یک رهبری کاملا تمام عیار می داشت، هم یقینا مشکلات کشورهای اسلامی حل می شد. رهبریت در سطح بالایش، ریاست، در سطح وزارت ها، در سطح ولایت ها، در سطح ولسوالی ها باید به افراد صالح و شایسته سپرده شود. اما افراد صالح کی هست؟ چی ویژگی هایی را داره؟ چطور تشخیص داده شود؟ اینا برگشت میکنه به نظریات دانشمندان، اهل فن که اینا تشخیص میده. خیلی شاره زیبا. با ما شما ربط نداره که ما اینجا بیایم رهبر صالح و ناصالح را تشخیص بدیم. ما میخواییم بیان قرآن را یا مثلا بیان دین را بیان کنیم که باید امانت را به اهلش بسپاریم. همه مسلمانان باید یا آوازه گوششان باشه، در هر موقعیتی که قرار داشته باشه این آیه قرآن باید همیشه پیش چشمش، خصوصا سیاستمدارا پیش چشمش بیایه و از این آیه قرآن درس بگیره و اینا رو در این عرصه‌های سیاسی تطبیق کنه. این خودش از امانت‌های الهی است. اصلا تمام نعمت‌های خدا امانت‌های الهی است. عمر شریفی که به همه انسان‌ها داده، عمر شریف خودش استعدادی انسان، استعدادی که خداوند به ملائکه ها افتخار میکنه. ملائکه ها به یک نحوی زبان اعتراض داره که انسانی که خونریزی داره این چطور به عنوان خلیفه و جانشین قرار میده. و بعد خداوند تبارک و تعالی چیزهایی رو به ملائکه ها یاد میده، اونا نمیتونه بیان کنه، به حضرت آدم تعلیم میده، حضرت آدم بیان میکنه و بعد افتخار میکنه. ملائکه ها از اعتراضشون پشیمان میشه، بعد میگه لا علم لنا الا معلمتنا، ما نمیدانستیم. این استعدادی که بشر داره، این استعداد یکی از نعمتهای الهی، یکی از امانتهای خداست. همه بشر خصوصا جوانان مسلمان و عزیز ما در هر شرایطی که باشن، نه برای خود بلکه برای خدا، برای دستور خدا، برای دستور پیغمبر، برای اجرای دستورات امامان معصوم، در هر برهه و زمانی که باشه هیچ وقت احساس ناامیدی نکن، هیچ وقت از اراده و همتش پایین نیاید. ممکنه شرایط یک زمانی به وضعیت قرار بگیره که بعضی ها ناامید شون، مایوس شون، اما اینا وسوسه های شیطانه. باید کمر خوب محکم ببنده، اراده را جدی کنه و مقاوم با هدف، با انگیزه در راه خدا قدم بر بداره. درود باشه استاد. من میخوام یک تشبیه خیلی جالب به ذهنم رسید بگم خدمت شما.
دوستانش عنایت داشته باشن. جوانان ما همه باید به مسابه و مثل آب باشن. وقتی که آب جریان پیدا میکنه، اگر صد راهش معبری هم قرار میگیره، یک چیزی صد واقع میشه، راه خودش را عوض میکنه ولی به مسیر خودش ادامه میده. نباید به هیچ وجه من الوجوه متوقف شد. خیلی نکته جالب اشاره کردیم. بله همینطوره. ما در تمام مرزهای زندگانی باید مقاوم باشیم، دنبال همون هدف باشیم. هدف ما فقط رضایت الهی و انجام دستورات الهی باشه و همه مطمئن باشیم. هر کسی در راه خدا قدم بر بداره و هر کسی در راه خدا تلاش کنه و به این باور باشه که ما جامعه اسلامی را مسلمانان کل جهان را از این وضعیت بیرون بیاریم. یعنی یک جوان مسلمان، من میخوام عاجزانه از دوستان عزیز ما، از جوانان عزیز ما، از دانشجویان ما، هم از دختران و پسران این تقاضا را دارم، هیچ وقتی برای خود، برای خانه خود، برای کشور خود این فکر نداشته باشیم. یعنی همت ما همیشه بالا باشه، همت ما این باشه که من یک دختر از همین داخل افغانستان باید بتونم کل مسلمان های جهان را وضعیتش تغییر بدم. شما فرض کنید، شاید تو بگی خب جناب شیخ هوایی گپ میزنی و این چطور امکان داره؟ نه، هوایی نیست. اگر هزار جوان در داخل افغانستان به همین انگیزه عاشقانه خدمت کنه به جامعه اسلامی و همینطور مثلا در کشورهای اسلامی، در همه کشورهای اسلامی، اگر صدها جوان یا هزار تا جوانی با اراده، با همت و صادق پیدا میشد، من فکر میکردم که امروز جامعه اسلامی تغییر میکرد. ما در واقع اکثر ما حالا چی روحانیت چی دانشجوی ما اعتماد به نفس خود مقداری از دست دادیم. خیلی ها اعتماد به نفس نداریم، فکر میکنیم که نمیشه، با یک گل بهار نمیشه. نه، یک گل اگر چندها گل شد آخر بهار میشه، یک گل بهار آغاز میشه. بله، آغاز میشه. ما باید همیشه به نمی هدف باشیم، حرکت کنیم و کم کم انشاءالله به جای میرسیم. و وعده الهی هم است که آخر کره زمین از آن صالحان است، چی دشمنا بخواد چی نخواد، آخر صالحان روی کره زمین حکومت خواهد کرد. و ما اینمی انگیزه را داشته باشیم که همون صالحانی که زمینه حکومت جهانی را فراهم میکنه، همون صالح ماستیم که ما زمینه را فراهم داشته باشیم در اون دولت کریمه، دولت کریمه جایگاهی داشته باشیم و زمینه سازی کنیم برای ازو. انشاءالله امیدوار هستیم که همه ما، همسنگرهای ما و دوستان عزیز ما این انگیزه را همیشه با خود داشته باشند و خداوند هم پشت پناهشون است. در سرزمین کربلا چند نفر قیام کردن؟ سرزمین کربلا را طبق معروف 72 نفر. شاید افراد خیال میکرد که طرف مقابل پیروزه، اما 72 نفر از اون زمان تا این زمان همه بشر را متحیر کرده، همه بشر را متحیر کرده. و این اراده هایی که ما و شما در اربعین میبینیم، در جاهای مختلف میبینیم، او خون حسینی که در رگی هر جوان دوستدار اهل بیت جاری میشه و این تا قیامتی باقی است. و این 70 نفر بودن و خیلی ها ممکنه 70 نفر در قرن 21 70 نفری باشه که اما ادامه نقش آشرائیان را بازی کنه و بتونه یک تحول به وجود بیاره. درود خدا، چون با خداست، لذا خدا ممکنه تحول توسط اینا به وجود بیاره. انشاءالله خداوند این توفیق برای همه ما عنایت کنه. انشاءالله حقیر که خیلی انرژی گرفتم. انشاءالله دوستان عزیزم گاهن گلایه و شکوه دارن که ما انرژی نداریم و دوچار افت انگیزه شدیم. انشاءالله با انگیزه بیشتر، مصممتر و قاطعتر انشاءالله راه خودشان را ادامه بدن، چون وعده الهی است و انشاءالله انک الله لا تخلف الميعاد. تشکر استاد عزیز از حضورتان، سپاسگزار هستیم و از معذرتتون التماس دعا داریم. همراهان عزیز، از نگاه های گرم و صمیمانه شما عزیزان هم سپاسگزاری میکنیم. خواهشی که عاجزانه از محضرتان داریم برای عزیزانی که جانهای شیرینشان را از دست دادن، اگر برایتان مقدور هست امشب نماز لیلت و دفن را فراموش نکنید. اگر در مورد چگونگی ادای نماز هم سوال دارید، میتونید رجوع کنید به منابعی که موجود هست و انشالله برای صحتمندی و شفای عاجل همه بیماران هم دعا بکنید. در صدر همه حاجات ظهور مصلح جهانی حضرت حجت، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.